ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستن، انسان هستن و قابل رحم هستن، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به شما رحم بکنه و مهربانی کنه. دختر که الان 15 سال هست، شوهرم دو ماه یا سه ماه کم یا پوره به 5 سال. مشکل ما هم یتیم های ماست پدر. شوهر ما در ایران برای کار رفت، اوجا مرد از سکته مغزی کرد. همراه یک پدر خوانده خود تو برای ما زنگ زد که شوهر تیر قرم را اگر شما میتونین که جنازه شا بیارین، هم اختیارتان اگر نمیتونین که ما هم اینجا دفن کنیم. ما واسه توانم نبود، چاره‌ایم نبود. ما به سرپناه و به سرپرست جا امید خدا و امی خانه مادرم بودیم. شوهرم هم اونجا دفن کردن. اینا تقریبا دو ماه سه ماه کم 5 سال میشه ما به سرپناه و به سرنوشت در امی خانه مادرم هستم. در بیرو کار میکنم، در کالاشویی، در بلاک، یک نان پختن کسی، یک دیگ میمانداری چیزی باشه. میرم به خاطر 4 تا اولاد خودم. مرمو 150 که میتن اگر اشکمشان همه گرم و قلم کتاب چشان همه میرستم، اگر او را همه گرم و پایشان همه میرستم. این تو به سرنوشت و به سرپناه من هستم. نمینجا نه کدام خانه کدام امیده، هیچ چیز من هستم. اینجا مر وادی که شوهر میران رفت مرا به تسلیم برای بیادرهایم که از گفت که ایجا سرپناه هم بیجا باش که یاد از سرد باش از زن جوان هستی، کجا خانه شخصی نداریم، در یک کرایی کجا میگردی. ما یک سال یا دو سال برم که ما پیسه یک کرای خانه یا گروی یک سر پیدا کنم، ما پس میگیم او که او جرف او به او رقم شد. ما میجا اینا 5 سال میشه که ما میجا به سرپناه موندیم. هیچ دیگه امید من ندارم که جای دیگه برم. زن جوان دخترای نیمچه جوان کجا ما برم کتازیان. یعنی میجا هر حالات که سر میام ما تیر میکنم هستم. یعنی میخوایی اگرم جایی برم کالاشویی اگر باشد اونه میکنم، یک نانپزی اگر باشد جایی که هست، یک توی معامله چیز باشد برنار ما را بخته که یک میمانداری چیزا. یعنی دیگه غیر از اون سواد ندارم که در یک جای دیگه ما کار کنم. دیگه کار از استم امنه میشم، مریضم هستم، چربی خون دارم، فشار بلند دارم. او روز که رفتم افتادم این دستم اینی یالت شده، فشارم بلند شده افتادم. نش که بخته خورد از زمین هیچ به خود نفهمیدم. فشارم که یک دم بلند میشه، حکار کردن زیافم نمیتادم. موی اگه همسایگی که این دو تا بیادرم دمی اولی هست، اگه یک مشقاب بارایی کنم دیگه اگه نمی کالاشویی چیز میگم یا نان و چای یا یک شرب دال یا کچولی یک سه مقصد گزاره میکنم دیگه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که برای معیشت بیوه و مسکین تلاش کند مانند مجاهد راه خداست، و گمان می کنم که فرمود مانند نمازگزاری است که سست نشود و مانند روزداری است که افطار نکند. این میکنهای خدا که مردم میتن این میکالاشوی یکی که داشت از وسط توان شد میتن، یک پوش و توش خدا که تبدیل میکنه میتن، یک پرده خدا که تبدیل میکنه، یا یک کالایش تو خدا که نام میکنه دیگه شم میتن. این میاره در جان شما اگر کدام وید میشه، اگر از توان بیادارای میشه، یک وطر روزی خدا که در خدا میتن میکنه، مگر نمیشه نه ندارم نه توانم نیست. مکتب میرن و میرن مگم با جگر کنی، میگه گوت ما سایی نیست، کالای ما سایی نیست، قلم کتابچه درست ما نداریم نمیدی. باز من مجبور میگم برین که من اگه سواد من میداشتم تا هیچ جنر این رقم نمیمانده. حت من یک وظیفه یک کار که من میداشت میرن به گریان به جگر کنی. حتی میگه پین ببت که مادرهای مکتب گرمیست یک چیز بخوری من نمیتانم، یک دو دانان خوش دستشان میتانم. مامام گای میباشه گای نمیباشه. Oh,
این بسیار وضع خراب است، بسیار وضع اقتصاد ما خراب است، بی سرنوشت و بی سرپناه است. خواهش میست که برای اولادای خودم کمک کنه که ما از این مشکل خلاص شدم، از این جنجال خودم مریض، اولادای صحیح به درس تعلیم خود برسن. از شانمی کمک هم میخواهیم که بر ما کمک کنم، به لباسشان، به مکتبشان ما صحیح رسیدگی کردم. کمک کار که کات ما میکنه ای کمک خداوند تعالی کمکش کنه، خداوند تعالی دستش بده، ما را از این مشکل خلاص میکنه، خداوند کمکش کنه، هر کی که کات ما کمک میکنه کمک خدا کاتش. تشکر از بنیاد خیریه اختر محمد که کات ما واره مردم غریب بیچاره و عتیم دار کمک میکنم. تشکر از انت ربی ذو الجلال والاکرام.